خدا رو شکر برای این روز عالی که خداوند برای ما ساخته، به خصوص که این سفره برکت رو برای ما برپا کرده. هر ما میتونیم از فیض بی‌دریغش در این سفره عالی شراکت داشته باشیم. ما نه فقط امروز که عشای ربانیه، بلکه همطور که میدونیم در روزهایی به سر میبریم، در زمانهایی به سر میبریم، در تاریخهایی به سر میبریم که خاص و مبارکه. آمین. مرگ و قیام عیسی مسیح، دو رخداد، دو واقعه عظیم و حیرت انگیز که با هم تنیده است و هرگز نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. و همینطور داریم به سوی روز سرنوشت ساز پنتیکاست نزدیک میشیم و چقدر مهمه که ما این تاریخ‌ها و زمان‌ها رو به یاد بیاریم. این تاریخ‌ها و زمان‌ها از اون کلیسا رو شکل میده، به ما یادآوری میکنه. هر دفعه میلاد عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح، پنتیکاست به ما یادآوری میکنه که خدا در تاریخ بشریت کار کرده، فعالانه عمل کرده. خدایی عیسی نیست، بلکه خدا در تاریخ بشریت حاضره، خدا ناظره، به خصوص مرگ و قیام عیسی مسیح. عزیزان، یه قسمت حاشیه‌ای نیست. در تعالیم عیسی مسیح، در اناجیل می‌بینیم مرکزیت تمامی تعالیم عیسی مسیح روی مرگ و قیام عیسی مسیح داره میچرخه. و خیلی خوبه که امروز بیشتر متمرکز باشیم، توجه کنیم که خدا نه فقط در تاریخ و زمانهایی که بشر زندگی کرده کار کرده، ناظر و فعال بوده، بلکه امروز هم میخواد به وسیله این رخدادهای عالی که در زمان گذشته شده، امروز خداوند مشتاقه که از مواهب و برکات مرگ و قیام عیسی مسیح ما بهره‌مند شیم. آمین. خدا میخواد که مواهبی که اونجا داره فقط نشنویم، فقط تعلیم نبینیم، بلکه در زندگی روزانه ما به عینیت در بیاد این برکات. آمین. و این میسر نخواهد شد اینکه ما این پیامو با دقت گوش بدیم. آمین. تمامی برکات صلیب و قیام عزیزان فقط و فقط به وسیله ایمان ما نصیب ما میشه. آمین. یادتون راجع به ایمان صحبت کردم روز اشتاد پارک هم که دوشنبه بود، همجور داشتم فکر میکردم خداوند باید روز عشای ربانی پنجشنبه چه کلامی آماده کنم. همش ذهنم داشت هول و هوش عشای ربانی میچرخید که موعظه آماده کنم. برادرم موسا بود که اونجا با هم صحبت کردیم، راجع به ایمان صحبت کرد، گفتش که خواهر نسرین، این همسر من اعظم ایمان خیلی عجیبی داره، میگه هر دفعه میاد کلیسا براش دعا میشه و فوری خدا جواب میده. من هر چی که دعا میکنم میگه نه، باید برم کلیسا اونجا برام دعا بشه. و گفتم این ایمان خود اعظمه که اینا رو دریافت میکنه، شفا رو دریافت میکنه، آزادی رو دریافت میکنه. اول قدرت نام عیسی مسیحه و بعد ایمان این شخص. آمین. همینطور که تو شهادت هم شنیدیم، از اینجا میخوام شروع کنم. عزیزان، ما در بنیاد و پیدایش هستی با خدای روبرو هستیم که فقط با کلامی هستی رو به وجود آورد، بنیاد گذاشت. چون خدای ما خدای چیه؟ به قول پاستور قادر مطلقه. هر آنچه که اراده کنه بلا فاصله با کلام مقتدرش که یه آوای تو خالی نیست، بلا فاصله همه چی از نیستی به هستی در میاد. بعد از خلقت جهان در تمامی زمین‌ها، عزیزان، خدا وقتی تصمیم میگیره انجام میشه. برای مثال تولد عیسی مسیح آن چیزی بود که خداوند در فکر خودش داشت، بیش از بنیاد عالم در فکر خودش داشت. فقط تو غلاطیان باب 4:4 میگه وقتی زمان به کمال رسید خدا پسر خودشو فرستاد که از زن زاییده شد. درسته؟ در مورد صلیب عیسی مسیح، قیام عیسی مسیح، میبینیم همه چیز دست به دست داد، به خصوص در مورد صلیب. یادتونه هیرودیس، تمام مخالفینی که در یهود بودن، خود یهودا، یکی از شاگرداش، همه اینا داشتن دست به دست میدادن که چیکار کنن؟ اراده خدا رو انجام بدن. خداوند زمین و زمان رو به هم میدوزه، چیکار کنه؟ ارادهش رو انجام بده.
و بالاخره هم روز عیسی مسیح خداوند به جهان باز خواهد گشت و تمامی اتفاقها انجام خواهد شد. چرا؟ چون خدا تصمیم گرفته، خدا تصمیم گرفته، به زبان خودش گفته، به دستای خودش به عمل میاره. هیچ چیزی انجام نشده که خارج از اراده خدا باشه. آمین. و این در الهیات مسیح اسمش مشیت الهیه. خدا تصمیم میگیره و انجام میده. ولی عزیزان، خوب واژه اما رو به کار ببرید. اما از طرف دیگه طبق اراده خودش موجوداتی رو خلق کرده به نام انسان و خدا تصمیم گرفته که انسان رو با اراده آزاد خلق کنه. خدا خودشو آشکار میکنه، اعمالی رو در تاریخ انجام میده و منتظره انسانی که اراده آزاد داره نسبت به عمل خدا چیکار کنه؟ واکنش نشون بده. با اراده آزاد واکنش نشون بده. اسم این واکنش در یک کلمه اسمش چیه؟ ایمان. ایمان عزیزان، چقدر یک انسان باور داره خدا آن چیزی که میگه میتونه انجام بده، چقدر میپذیره خدا آنچه که در کلامش گفته انجام میده، به دهان خودش گفته، به دستای خودش به عمل میاره. ایمان در واقع چیه؟ پذیرش اینه که خدایی وجود داره و این خدا آنچه که تصمیم میگیره انجام میده. ایمان در واقع بر این دلالت داره عزیزان که اون شخص میگه من میپذیرم در اعماق قلبم که خدا آنچه که گفته عمل میکنه. ایمان بازم تعریفش در یک معنا ایجاد یک فضاست. وقتی تو باور میکنی، یک فضایی رو ایجاد میکنی که این فضا باعث میشه که خدا در اون فضا بتونه برای تو عمل کنه. آمین. حقیقت کلام خدا اینه که وقتی باور میکنیم خدا آن چیزی که گفته انجام میده، فضایی ایجاد میکنی که اتفاقاتی در اون فضا میفته که اگه تو اون فضا رو ایجاد نمیکردی یخته، اصلا نمیافتاد. شاید بپرسی پس قدرت مطلق خدا چیه؟ پس چه ربطی داره؟ اگه قرار من بخوام، من باور کنم، من دعا کنم، او قدرت مطلقه عزیزان، ولی اراده آزاد به من و تو داده و احترام میذاره به این چیزی که خلق کرده در انسان. آمین. آن حریم هایی که برای انسان گذاشته خدا تعیین کرده، درسته؟ آن مرز هایی که ایجاد کرده برای من و تو خودش هم باید احترام بذاره و گناه رو قانون خودش پا میذاره. خدا هرگز نمیاد ضد قانون خودش کار کنه، قانون خودش رو خدشه‌دار کنه، نابود کنه. و انسانه که تعیین میکنه آیا میخواد خدا در زندگی او عمل کنه یا نه. وقتی در اناجیل میبینیم واقعه های خیلی مهمی رو که ایمان انسان باعث میشه قدرت خدا، جلال خدا آشکار بشه، بی ایمانی انسان برعکس قدرت خدا رو، جلال خدا رو پنهان میکنه، باعث میشه که دیده نشه. یادتونه وقتی خداوند ما به ناصره میرفت، جایی که در کودکی بزرگ شده بود، جایی که رشد کرده بود، تمام اونجا میشناختنش، گفتم مگه این پسر نجار نیست؟ مگه این پسر مریم نیست؟ از کجا این شفاها رو میده؟ از کجا این حکمت رو آورد؟ اصلا جدی او رو نمیگیرن. به ادعاهای عیسی مسیح، به معجزاتی که کرد توجه نمیکنن. و اونجا تو مرقس باب 6 آیه 5 نوشته اون نتوانست در آنجا معجزاتی انجام بدن چون باورش نداشتن، جز آن که فقط بر چند تا این بیمارا هم سردردی چیز داشتن دست میزه شفا داد. بی ایمانی از مردم ناصره نذاش عیسایی که مردگان رو زنده میکنه در اون شهر آیات و معجزات به ظهور برسونه. مرقس باب 6 آیه 6 میگه او از بی ایمانی آنها تعجب کرد. وقتی که اناجیل رو میخونیم عزیزان، عیسی مسیح همیشه از دو تا چیز تعجب میکنه، بی ایمانی و ایمان افراد. انگار داره میگه تعجب میکنه،
میگه ببین دیدین چه معجزاتی انجام دادم، اخبار معجزات شما به گوش من رسه، ولی انقدر بی تفاوتین، انقدر بی ایمانین که هیچ اتفاقی در شما نمیفته. الان هم میبینیم در کلیسا میاد راحت دست میکنه، اصلا کاری نمیکنه، اصلا ایمان من نبوده، ایمان خادمی نبوده، شاید اصلا اون موقع 0 کیلومتر بودیم، از خدامونم بوده کسی نیاد، فقط ایمان اون شخص بوده به نام عیسی مسیح که این معجزه رو در زندگی او جاری کرده. در مقابل میبینیم افسر رومی، عیسی مسیح چیکار میکنه؟ حیرت میکنه، عجب ایمانی، عجب ایمانی. اونجا تعجب میکنه، حیرت میکنه بی ایمانی، اینجا تعجب میکنه، تعریف میکنه از ایمانی افسر رومی. نتیجه عزیزان، وقتی ایمانی نیست اتفاقی نمیفته، وقتی ایمانی هست اتفاق میفته. ممکن تو 10 کورس الهیات هم خونده باشی، نیست؟ بودن دعا میکنی خوب شدی؟ اصلا، یعنی اگرم خوب شده اصلا شهادت هم نمیده، همونی هم که یه ذرم اومده توش ازش رفت. طوفان میشه عزیزان، شاگردان در دریا هستن وحشت زده، با یک فرمان عیسی طوفان چی میشه؟ ساکت میشه. عیسی ناراحت میشه، ایمانت کجاست؟ چه حالتی اونجا؟ متعجب میشه، میگه بالاخره شاگردای من که اقلا شاگردای منن، مدت ها با من بودن، اقلا دیگه باید بدونن، اونا هم حتی نفهمیدن. اینجا تعجب عیسی رو میبینیم از چی؟ بی ایمانی. در لوقا باب 9:41 مردی که به سر دیو زده داشته، شاگرداش نمیتونن شفا بدن، عیسی چی کار میکنه؟ چقدر ناراحت میشه؟ چی میگه تو باب 9:40؟ این نسل بی ایمان، این نسل منحرف، تا کی باید با شما باشن؟ عدم باور شاگردان نتونست قدرت عیسی و جلال عیسی رو نمایان کنه. از بی ایمانی افراد قدرت خدا رو میبنده، بازوی اجرایی خدا رو میبنده، نمیذاره جلال خدا آشکار بشه، و در جایی که ایمان نیست خدا نمیتونه عمل کنه. در مشیت الهی خدا عمل میکنه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، مثل مرگ، قیام، تولد عیسی مسیح. آمین. هیچ کس نمیتونه، همه چی واقع میشه. اما وقتی ما انسان ها در مقابل خدا قرار میگیریم، خدا نگاه میکنه به ایمان ما، باور ما، پذیرش ما. وقتی هیچ باور و ایمانی نمیبینه هیچ اتفاقی نمیگفته، برعکس هر جا که ایمانه، پذیرش، باور، قدرت خدا چی میشه؟ آشکار میشه. نه حتی به طور معمولی عزیزان، در انرژی میبینی به شکل خیلی جدیدی، به شکل خیلی عظیمی مرزهای جلال خدا، قدرت خدا چقدر زیبا آشکار میشه. وقتی ایمانهای خاص به عرصه ظهور در میاد، جلال خدا پر جلالتر آشکار میشه. ما در انرژی میبینیم اشخاصی بودن به شکل عجیبی باعث میشن قدرت خدا، جلال خدا آشکار بشه. انگار هر چی که تصور میکنی نسبت به خدا، به همون ابعادی که باور میکنی، تصور میکنی، ایمان میاری، به همون ابعاد جلال خدا آشکار میشه و برعکس دستای خدا بسته میشه. در نمونه های خیلی زیادی جلال فزاینده خدا چقدر عالی، جلال عجیب خدا آشکار میشه. افسر رومی یادتونه در لوقا باب 7، غلامی بیمار داره، میگه من اصلا لیاقت ندارم زیر سقف من بیه. رومیا متنفر بودن از یهودی ها، عزیزان آدم حساب نمی کردن یهودی ها رو، ولی فروتنی و ایمان این افسر رومی عیسی مسیح رو دوباره به حیرت در آورد. چرا؟ او فهمیده بود عیسی کیه، نیازی نداشت کلامی بگه، دست بیا بذار رو سرش، گفته تو کلامی بگو از اون راه دور، نیازی نیست. اینجا چی میبینیم؟ یه ایمان جدید، یک باور جدید نسبت به قدرت خدا که این مرد کشف کرده، باعث میشه مرزهای پادشاهی خدا به شکل عجیبی گسترش پیدا کنه. عیسی هم نگفت نه بابا قربون شکلت من باید بیام دست بذارم، اگه میشه
کوپا اساس ایمانه به تو داده میشه، چنین ایمانی من حتی در اسرائیل ندیدم. جلال خدا رو به طرز خیلی عجیب آشکار کرد. زنی که خونریزی داشت، یادتونه مرقس باب 5، و خودش میگه فقط ردای او رو دست بزنم. قبل از اون اصلا کسی بود به فکر ردا باشه؟ باید دست میذاشت، باید میامد رو پاش میافتاد، باید نمیدونم آب دهنش رو برمیداشت میذاشت، خیلی موردا بوده برای شفا. ولی این زن میگه فقط کافیه ردای عیسی رو لمس کنم. قبل از اون هیچ کس یه همچی چیزی نگفته بود. جنس ایمان او از جنس چی بود؟ همین افسر رومی. فقط کافیه قدری انقدر ایمان داشته باشم که فقط برم جلو از لابلای اون ازدحام، اصلا مهم نیست به من چی بگن، خله جله، فقط من بخزم برم دامن ردای او رو یه تیکش رو لمس کنم. واکنش عیسی چی بود؟ به اطراف نگاه میکنه، کی بود اون رو لمس کرد؟ اون همه جماعت رو میستونه. کی بود؟ کی بود که انقدر ایمان داشت؟ برای عیسی چقدر مهمه عزیزان که ببینه، بدونه یه همچین ایمانی تو ما هست. دخترم ایمان تو تو رو شفا داد. عیسی به وجد میاد، عیسی نگاه میکنه، دور و برش میگرده، کی بود تو این جماعت که یه همچین ایمانی داشت؟ آیا به وجد نمیای؟ آیا باور نمیکنی که عیسی منتظره هر لحظه که یه همچین ایمانی رو ببینه؟ هیچی به اندازه این عیسی رو خوشنود نمیکنه؟ ایمانی که باعث میشه قدرت خدا و جلال خدا آشکار بشه. یه ایمان معمولی نبود عزیزان، یه ایمان مخصوص بود. عیسی به اطراف نگاه میکنه امروزم و منتظر چنین ایمانیه. مخصوصا در این ایام به این میز مقدس میخوایم نزدیک شیم. برای چی نزدیک میشیم؟ آیا اون قانون تعویض انجام میدی؟ آیا باور میکنیم وقتی میایم ضعف ما، ترس ما، ناامیدی های ما همه منتقل شده روی صلیب و این حیات، شادی، قدرت او رو دریافت میکنیم؟ آیا باور میکنیم در این روزهای خاصی که هست، در روزهای مبارک رستاخیز عیسی مسیح، قیام عیسی مسیح میتونه کمک کنه و هر ضعفی ما غلبه کنیم؟ عزیزان فقط یه توضیح بدم، من در مورد ایمانی سخن نمیگم، از درون ما در بیاد فعال بشه. ما باور نداریم در درون انسان یه منبع قدرت نامحدوده. زن ایمانش بزرگ بود، به چی بود؟ به خدا بود، به عیسی مسیح بود، برای همین باعث شفا شد. ما باور نداریم که انسان‌ها قدرتی در خودشون نهفته است. عزیزان در بعضی مکاتب عرفان‌های نوظهور عصر نو، در درون خودت مدیتیشن کن، نیروهایی هست فعالش کن، تی ام کن، انجمن‌ها و کارگارهایی تشکیل میدن، نیروهای بسیار عظیمی هست، تو خودت فعالش کن. در درون انسان هیچ چیز نیکوی یخته عزیزان. کشف قدرت‌های نهفته درونی، پتانسیل خدا بودن در بشر، اینا از روح خدا نیست. قدرت حرف زدن ما رو به انجام میرسونه، فقط اعلام کن، تلقین کن، بنویس. این افراد گروه ها و انجمن های تشکیل میدن که پورهای هنگفتی رو از سست عنصران به جیب بزنن، که متاسفانه در بین ایماندارام هست که جونشون در میره یه ده یکی رو سهم خدا رو بدن، ولی پولهاشون رو میرن میریزن تو جیب این افراد. دوم تیموتائوس باب 4 آیه 3 و 4 میگه زمانی میاید که تعلیم صحیح رو تحمل نمی کنن، نه بلکه به حسب شهوات خود معلمهایی برای خودشون فراهم میکنن که به حساب خودشون چی که دوست دارن بهشون بگن. خارش گوش دارن، گوشاشون رو از حقیقت دور میکنن و به سوی افسانه ها میبرن عزیزان. و این یه تله و دامه برای سس عنصران. ایمان بیار، به ایمانت ایمان بیار. اصلا یه همچیزی ما در مسیحیت نداریم. ایمان ما به خدای زنده است، خدای قیام کرده، خدایی که مرد و برخاست. آمین. ما ایمانی از خارج از انسان نداریم. منبع شفا و معجزات در درون ما نیست. انسان موجودیه که نفسش رو بگیری جونش در میاد، بدون خدا هیچه. ولی وقتی ما انسان کوچیک
محدود میفهمیم که چقدر کوچیکیم، با چه خدای عظیمی روبرو میشیم و ایمان میاریم، اتفاقات بزرگ میفته. آمین. عیسی در مورد ایمان این افراد به وجد اومد، ایمانهای عجیب و غریب که مرزهای پادشاهی خدا رو خوب بلدن گسترش بدن. زن یونانی رو یادتونه؟ رفت، اصلا نباید سمت یهودی ها می رفت، رفت گفت بچه من مریضه. چیکار کرد عیسی؟ ایمان او رو به چالش کشید، صیقل داد، تراش داد. نان فرزندان چطور جلو سگ رو بندازیم؟ اصلا این زن رو سگ می دونستن یهودی ها، ولی ایمان این زن چی بود؟ می دونست این خداست، به پاهای او افتاد، دریافت کرد. بریم متی باب 15 رو بخونیم. عیسی گفت برو، ایمان تو دختر تو رو شفا داد. تحسین که آفرین آفرین. چهار تا فلج یادتونه؟ یوحنا 5:5. عزیزا این خیلی مهمه، حتی اون فلج ایمان نداشت، ایمان نداشت. چهار تا فلج دوستشون رو شونهشون انداختن، فقط گفتن عیسی کافیه یک کلمه بگه. چیکار کردن؟ سقف و سوراخ کردن، گفتن ما اینو با تنها، فقط فکر کن چه ایمان عظیمی که بگن. شلوغ بود اونجا، عیسی داشت تعلیم میداد، شفا میداد، اینو دوستشون، دوست اصلا نمیدونست، نگفت منو ببرین پیش عیسی، نگفت منو ببرین نمیدونم شفا ببرین. چی بودیم؟ ایمان اطرافیان بود. داره اشاره به چی میکنه عزیزان؟ دعای شفاعتی. افرادی در کلیسا هستن که قربونش برم ایمان درستی ندارن، مثل همین شخص فلج. حتی ما برای کسایی دعا کردیم کلیسا نیستن، ولی خدا به ایمان همون شفاعت کننده های سمج که امانه ها میگذرن نگاه میکنه، احترام میذاره، جلال خودشو به شکل عجیبی آشکار میکنه. از اون بی‌ایمانی دست و پای خدا رو میبنده، و ایمان باعث میشه قدرت خدا، جلال خدا آشکار بشه. اگه بی‌ایمانی در کلیسا باشه عزیزان، این خیلی مهمه. الان ما یک شنبه میخوایم این قیام رو ادامه بدیم، این روزهای مبارک و تا صعود عیسی مسیح، ما در ایام مبارک هستیم و امید ما اینه که ترس ها به ایمان مبدل شه، خداوند با آیات و معجزات به میان بیاد، شک ها به ایمان مبدل شه. افرادی که میان ضعیفن، داغونن، قویشن، فقیران در روح غنی بشن. این نیازه که ایمان شما فعال بشه. وقتی وارد کلیسا میشین، این عدم باور، این بی ایمانی، این بی ایمانای فلج اونجا نتونه فعال بشه. هر جایی که عیسی شروع میکنه به آیات و معجزات انجام دادن، به خاطر انسان ها نیست که فلانی عطای نمیدونم شفا داره نمیدونم، اینا رو من رد نمیکنم، ولی در اصل کار خداوند و ایمان کلیساست. اون منتظر عزیزان که ببینه اشخاص چطوری واکنش نشون میدن. حتی شاید الان در بین خودت بگی نه من که ایمانم اصلا ایمان اونجوری عجیب و نمیدونم خیلی عظیم نیست، ایمان معمولی هم نیست. در یوحنا باب 11 آیه 4، ایلعازر 4 روز در قبر مونده بود. عزیزا عیسی مسیح اونجا خودش قیامت و حیات معرفی کرد. همه تو سر و کله خودشون میزن، ما در ایام رستاخیزیم. عیسی مسیح که قیامت و حیات ماست، همه داشتن تو سر کله خودشون میزن، دیگه مرده 4 روزه رو نمیتونی بیرون بیاری. گفت ایمان بیار تا جلال خدا رو ببینی، قدرت رستاخیز رو ببینی. جلال خدا عزیزان زمانی آشکار میشه که تو ایمان بیاری. مرده 4 روزه بلند شد و بی تفاوتی برعکس چیکار میکنه؟ جلال خدا رو پنهان میکنه، آشکار نمیکنه. ایمان مثل یک عضله است عزیزان، هر چی که به کار ببری قوی تر میشه. باور میکنی؟ شاید الان بگی من الان همین که گفتم ایمان من اصلا ایمان ضعیفم، من اصلا ایمانم فلجه، چیکار؟ کمه کمه. در یهودا باب 20 آیه قشنگه میگه اما شما ای عزیزان خیشتن رو به ایمانی بس گرانبها اقدس. یعنی داره چی اشاره میکنه؟ ایمان کوچیک هست، ایمان معمولی هست، ایمانی گرانبها هست، اقدس هست که چنین معجزات رو به بار میاره.
میگه خودتو بنا کن به این ایمان، نیست؟ بنا کن، یعنی رشدش بده. اگه ایمانت کوچیکه رشدش بده. اگه اون عضل ضعیفه برو تو فیتنس قویش کن. چطور ایمان قوی کنم؟ چطور خداوند؟ منم میخوام مثل اون افسر رومی، منم میخوام مثل اون زن باشم. ایمان من وسعت بده، مرزهای عمل کرده خدا رو میخوام تو زندگیم ببینم. الان میخوام بگم چطور ما ایمانمونو وسیع کنیم. یک، عزیزان، وقتی به جایی میرسی، خیلی ها اینجوری هم، مثل همون زنی که خونریزی داشت، شاید افسر رومی، بنبست کامل نیست؟ 12 سال زجر کشید، نجس بکن، کسی که خونریزی داره، یه زن یهودی، فلاکت، طرد شدگی تحمل کرد. چقدر نوشته پولش داد به دکترا. خیلی ماها باید انقدر بریم انجمنها، کارگاه‌ها و نمیدونم تی ام ها و هزار تا کار بکنیم از این چاله در بیان بیفتیم تو اون چاله، تازه بفهمیم خدای زنده ما کیه. مثل این زن نیست؟ خیلی از ماها باید به جایی برسیم انقدر دنبال این زیارتگاه و پیامبران مرده بریم و تو سر کله خودمون نذر و نیاز کنیم بفهمیم همه در و بسته، تا آخر به سوی خدای زنده بیاییم. یه موقع اینه، اون موقع است که ایمان تو فعال میشه و خدا شروع میکنه به معجزه. دو، کلام خدا. عزیزان، ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خداست. وقتی تو کلام خدا رو بخونی، ایمان در دل تو به وجود میاد. این زنه خونریزی داشت 12 سال، پس اگه اون گرفت منم میتونم بگیرم. نتیجه درک و فهم کلام خدا اینه که ایمان تو قوی میشه. متاسفانه خیلی از مسیحی عزیزان کار زیادی با کلام خدا ندارن، بیشتر خیلی راغبن که از ایمان این و اون استفاده کنن. به خاطر همین هرگز ایمان این شخص قوی نمیشه، چون بریم خواهر فلانی دعا کنه، بریم فلان خواهر برادر یه تزریق روحانی به ما بکنه. پس خدا میخواد با کلام تو اخت بشی، از کلام درک و فهم به دست بیاری، ایمان قوی شه. و سومین قسمت، وقتی دعا میکنی، خدای ایمان من رو وسعت بده، منم میخوام مثل اون افسر رومی دریافت داشته باشم، ایمانم وسیش، معجزات تو رو ببینم. چقدر در این کلام قوته ور میشی، چقدر خود تو در معرض کلام خدا میذاری. الان همینجا که هستی، این نشانه ایمان توست. و قسمت بعدی، چهارمین قسمت، شهادت هاست. وقتی تو قدرت خدا رو الان دهان خواهرمون سارا میشنوی، از دهان نقمه میشنوی، از دهان مهناز میشنوی، اینا جلال خدا آشکار شد. این شهادت رو چی میگی؟ منم ایمانم، و اگه خدا، خدای اونا زنده است، خدای منم زنده است. پس میبینی وقتی تو این گروه ها نمیای، چه دشمنی به جان خودت میکنی، چطور ایمانتو فلج و کوچیک و آخر مرده نگه میداری. کلام عزیزان، دعا، شهادت ها ایمان رو در ما شکل میده و اتفاقاتی در زندگی ما به وجود میاد. شاهد بودن برای عیسی مسیح، شهادت دادن، نه اینکه خواب و رویا و اینا، منظورم این نیست، شهادت زنده. این هفته رو شنیدیم خدا تو زندگی من چیکار کرده. و باز هم اگه با اینا همه قانع نشدی، خبر خوش آخر اینه، تو مرقس باب 9:23 یه مردی پسر دیوزده‌ای داشت که شاگردان نتونستن آزادش کنن، و اومد پیش عیسی مسیح، گفت اگه میتونی ای خداوند بر من شفقت کن، بر من رحم کن، چون این پسر من یک عالم دیو داره، از آب و آتیش هم که خودش این ور اون ور میندازه، از آب میندازه تو آتیش، از آتیش تو آب. عیسی بهش گفت اگه میتونی ایمان بیاری، مؤمن را همه چیز ممکنه، فقط تو ایمان بیار. ببین کجاها رفته بود، به کجا رسیده بود. و جمله این مرد خیلی جالبه، ممکنه جمله خیلی از ماها باشه. تو آیه 24 میگه ایمان میارم، ای خداوند بی ایمانی من رو امداد کن. عزیزان، یه انگار داره میگه یه تا ایمانی دارم ولی راستش ندارم. میدونی عزیزان،
خیلی از ما هم دلمون میخواد تجربه کنیم، یه تعیمانی داریم. خدای ما خدایی نیست که فتیله نیمه سوخته رو خاموش کنه، کرسوی ایمان ما رو بزنه رو سرش. او حتی به ایمان اندک ما احترام میذاره. ایمان افسر رومی و زن رو فراموش کن. حتی اگه مثل این مرد میگه ایمان میارم، ای خدا من صادقانه بی ایمانی من رو امداد کن. این یکی از آیات طلایی کتاب مقدسه که میگه اگه میتوانی ایمان بیار، که مؤمن را همه چیز ممکن است. موضوع من نیستم، موضوع تو نیستی. در واقع میتونم بگم خدا داره میگه مشکل من نیستم، موضوع بر سر من نیست، مشکل بیماری تو نیست، مشکل خود تو هستی. برای اینکه تویی که یه فضایی رو میتونی با ایمان ایجاد کنی که خداوند بیا در اون فضا عمل کنه. ایمان دارم ای خداوند، ایمان دارم. فقط یک بی ایمانی هم هست تای دلم، کمکم کن ای خداوند که بر بی ایمانی خودم فائق بیام. شاید بارها دعا کردی چیزی نگرفتی، ولی بیا مثل این شخص صادقانه بگو خدای کمکم کن، بی ایمانی منو امداد کن. الان که میخوایم به این میز عشا نزدیک بشیم عزیزان، جنگ هر دفعه که خداوند این میز مقدسی، خوراکی که برای شفا آماده، شفای روح و روان جان ما، این تعویض روحانی که تمام این ضعفای محدودیت‌های انسانی ما منتقل شده 2000 سال پیش و آرامی و شادی رو دریافت کنیم. عزیزان جنگی بین بی ایمانی و ایمان، و عیسی اینو درک میکنه، عیسی اینو میفهمه و امروز میخواد بی ایمانی تو رو، کم ایمانی تو رو امداد کنه. آمین.